22 بهمن 1401 ساعت 10 صبح آبوز دولت. درود بر شما همراهان عزیز، لطفاً با گذاشتن کامنت، لایک کردن و سابسکرایب ما را در انتشار اخبار مرتبط با انقلاب ایران حمایت کنید. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران نوشت بیش از 20 میلیون ایرانی در راهپیمایی 22 بهمن 1401 شرکت کردند. به گزارش خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران، این آمار نسبت به سال 98 با افزایش حدود 30% همراه بوده. اما فیلم‌های منتشر شده از این روز حکایت از چیز دیگری دارد. تلاش مقام‌های جمهوری اسلامی در اجبار کارکنان، کارمندان و دانش آموزان برای شرکت در برنامه حکومتی 22 بهمن با شکست مواجه شد. چه اینجایی که می‌بینید میدون امام ساریه، خب پخشش هم زده زنده. ببینید اینجا زده زنده. ما الان توی میدون امامیم. بذارید برم میدون امام رو بهتون نشون بدم. اینا میدون امامه. صدا و سیمای جمهوری اسلامی هم در حالی که در حال پخش سخنان ابراهیم رئیسی بود توسط گروه عدالت علی هک شد. منابع مالی ما ملت ایران به جای بهبود کیفیت زندگی ما توسط اتحادیان جمهوری اسلامی به چپاول میرن. پولهای من با از بانکهای رژیم فاسد جمهوری اسلامی خارج میکنیم. وعده ما در خیابتها خاص برخوردیم، خاص بر جمهوری اسلامی. در میان تصاویر مرتبط با راهپیمایی 22 بهمن، فیلمی از خانومی منتشر شده که با در دست داشتن پرچم رژیم جمهوری اسلامی در حال مدح و ستایش علی خامنه‌ای است. به گفته خودش اولین باری که از لندن به ایران اومده. همین اولین باری از لندن اومدم. فقط به عشق رهبرم، به عشق ایران، عشق رهبر فرزانه‌ام اومدم و آرزو دارم ایشون رو یه بار ببینم، چون گفتن اتحاد ملی ایران یه رهبر داره، رهبر حکیم، رهبر عاقل و زنان قیورمندی که فرزندان بسیار عزیزی رو بزرگ میکنن و بزرگ کردن. و من دوست دارم که امروز این پرچم رو اولا به عشق شهدای جنگ ایران عراق. اسم این خانم نیلوفره و یک کانال مرتبط با آشپزی در یوتیوب داره که در اونجا هم مشغول مالکشی برای جمهوری اسلامیه. در یک نمونه اون با انتشار عکسی مرتبط با عملیات تروریستی سفارت آذربایجان در تهران، این عملیات رو به آذربایجان نسبت داده و از جمهوری اسلامی دفاع کرده. اون همچنین در برنامه بفرمایید شام در مناطو هم شرکت کرده که آخرش کار به دعوا و درگیری کشیده. من آدم زیاد سختی نیستم، ولی بعضی وقتا واقعا مثل گل نیلوفر خیلی حساس و خیلی شکننده میشم. از آدمایی که با دروغ زیاد فکر میکنن سیاست دارن و میخوان با سیاست کارا رو پیش ببرن اصلا خوشم نمیاد. به این فکر نکردم که توی طبیعت اگه نگاه کنی زن و مرد مکمل هم دیگه. مثلا باید خانم و آقایون با هم باشن. زنده باد آقایون. چرا نشستی اینجا؟ اول صداتون رو لطفا بیارین پایین یه ذره. نه خواهش میکنید. آره تو من از شما معذرت میخوام. شما فقط آدم باشید. من اجازه بدین اکسپلین کنم. من دوست ندارم کسی روم شاوت کنه. اگه قرار من کسی به تو شاوت نمیکنه. خب اجازه بدین. This is my voice. جاش نکنید که من چی هستم. من هستم اون. با این ایموشنال و من تفاوتش رو دیدم و از این تفاوت زیاد خوشم نیومد. طبق تصاویر منتشر شده جمهوری اسلامی مثل همیشه از آخوندهای کشور نیجریه هم برای شرکت در راهپیمایی حکومتی کمک گرفته. تندیس طلایی بهترین کمدی اعتراضی و ارزشی سوز تعلق میگیره به این جوان که با شجاعت فراوان در میدان آزادی تهران به شرکت کنندگان در مراسم حکومتی کتلت تعارف کرده. من کتلت. کتلت میخوادی؟ کتلت میخوادی؟ کتلت میخوادی؟ آقا کتلت میخوادی؟
خودت نمیخوادی ذات همه مواجه میشه. خودت میخوادی؟ 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 خودت خودت میخوادی؟ اینا که همه کارگره همینجا هم که خودت میخوادی؟ خودت میخوادی؟ ما اومدیم چون به رهبرمون وکالت دادیم ایستادیم تا آخرین نفس. این امریکا رهبر هر جنایت این امریکا برش هم گره از آقا این بادکنک در در تازه ترین جعل تصاویر توسط رسانه‌های حکومتی و فعالان رسانه‌ای حکومت در مورد جمعیت حاضر در مراسم حکومتی 22 بهمن، جلیل محبی دبیر پیشین ستاد امر به معروف و نهی از منکر و فعال رسانه‌ای وابسته به حکومت، عکسی از مراسم سال 1397 را به جای عکسی از مراسم سال 1401 منتشر کرد و نوشت بماند به یادگار از بهمن 1401. در میان واکنش کاربران در توییتر به این جعل، یکی از کاربران با انتشار منبع اصلی این عکس نوشت این عکس متعلق به سال 1397 است، قبل از جنایات 98 و قبل از کشتار 1401. بیست و دوم بهمن برابر با 11 فوریه ایرانیان سراسر جهان با برپایی تظاهرات گسترده خواهان حمایت جهانی از خیزش انقلابی مردم ایران شدند. در پی فراخوان‌های متعددی که برای برگزاری تجمع جهانی علیه جمهوری اسلامی در روز شنبه منتشر شد، ده‌ها شهر جهان شاهد حضور جمعیتی از مخالفان حکومت شدند. در تجمع بزرگ لس‌آنجلس که با حضور چهره‌های سرشناس ایرانی برگزار شد، ایرانیان و کنشگران فریاد تغییر رژیم، دموکراسی برای ایران و مرگ بر خامنه‌ای سر دادند. شاهزاده رضا پهلوی در سخنرانی خودش در تجمع بزرگ ایرانیان در لس آنجلس با اشاره به آزادی موجود در کشورهای حامی دموکراسی گفت ما می‌خواهیم در ایران ما نیز مردم از هر گرایش فکری، سیاسی و جنسی از حقوق قانونی برابر برخوردار بوده و از تبعیض به دور باشند. او در ادامه صحبتهایش گفت فراموش نکنیم که بسیاری از ارزش‌هایی که دنیای آزاد غرب امروز ازش بهره‌مندند 25 قرن پیش در لوحه اولین اعلامیه حقوق بشر کوروش کبیر بود که حتی توماس جفرسون در قوانین این مملکت با اقتباس از آن پیاده کرد. یعنی ما صادرکننده فرهنگ انسانیت و برابری و آزادی مذاهب بودیم خیلی قبل از اینکه آمریکا وجود داشته باشد. بسیاری از ارزش‌هایی که دنیای آزاد غرب امروز ازش بهره‌مند است 25 قرن پیش با روحیه اولین اعلامیه جهان حقوق بشر کوروش کبیر بود. در قوانین این مملکت با اقتباس از آن پیاده کرد. یعنی چی دوستان؟ یعنی ما صادر کننده فرهنگ انسانیت و برابری و آزادی مذهبی بودیم. خیلی قبل از این که اصلا امریکا وجود داشته باشه. ایرانیان در کانادا هم با راهپیمایی گسترده خواستار همبستگی برای سرنگونی جمهوری اسلامی شدند. پاریس یکی از اصلی ترین مراکز تجمع مخالفان جمهوری اسلامی بود که ایرانیان از شهرهای مختلف اروپا به اونجا سفر کردند. شماری از سیاستمداران، هنرمندان و اعضای خانواده افرادی که به دست جمهوری اسلامی کشته شدند در این تجمع حضور داشتند.
علیرضا آخوندی نماینده پارلمان سوئد در تجمع پاریس سخنرانی کرد و گفت 44 سال پیش در این شهر اتفاق تلخی افتاد و امروز همه در کنار هم هستیم و برای انقلاب مردم شجاع ایران اتحاد داریم. او اضافه کرد تا زمان پیروزی انقلاب مردم شجاع ایران بدون ترس ایستاده ایم. فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری قاتل اسلامی ایران، این پیام منو خوب گوش کن، خوب گوش کن، پیام ما رو خوب گوش کن. ما اومدیم سراغت، اومدیم سراغ دست و دارت. شما دیگه جایگاهی به هیچ عنوان تو ایران من، تو ایران شما ندارید. خب عزیزان، 44 سال پیش از تو این شهر یه اتفاق خیلی تلخی افتاد. 44 ساله نزدیک 100 میلیون نفر ایرانی هستن تو این دنیا، دارن توانشو میدن. امروز در کنار هم، ما همه در کنار هم هستیم با اتحاد و همبستگی واقعی، نه با فقط حرف، با اتحاد واقعی، با هر ایدئولوژی که داریم، با هر عقیده‌ای که داریم، کردین، بلوچین، آذرین، خوزستانین، فارسین، شیرازین، اصفهانین، از هر جای ایران زیبا هستید، بدونید که ما اتحاد داریم و در کنار هم وایستادیم. تا کی؟ تا آخرش. نیاز فرزند روح الله زمنیز در این تجمع با اشاره به روبوده شدن و اعدام پدرش گفت ما فقط یک چیز می‌خواهیم و آن پایان جمهوری اسلامی است که خود را جمهوری می‌خواند اما در واقع دیکتاتوری است. اون تاکید کرد که باید برای انتقام خون همه کسانی که برای ما و آینده ما جنگیدند و بیگناه و به ناحق کشته شدند مبارزه کنیم. qui se dit république mais qui en fait est une dictature qui sème l'injustice, la pauvreté et des crimes contre l'humanité dans les rues d'Iran. Je demande à ce que ces crimes contre l'humanité soient considérés aux yeux de la France car nous nous battons pour les mêmes valeurs pour lesquelles vous vous êtes battus, la liberté, l'égalité et la fraternité. ما فقط یک چیز می‌خواهیم، پایان جمهوری اسلامی. در تظاهرات بزرگ واشنگتن دی سی که با حضور مسیح علی نژاد، حامد اسماعیلیون، نازنین بنیادی و شماری از چهره‌های برجسته فرهنگی و هنری مخالف جمهوری اسلامی برگزار شد، ایرانیان و کنشگران در تجمعی عظیم شعارهای امسال سال خونه، سید علی سرنگونه و مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند. مسیح علی نژاد در سخنرانی خودش در تجمع بزرگ ایرانیان در واشنگتن دی سی آمریکا با تاکید بر حمایت خودش از حقوق جامعه LGBT گفت برای ایران متکثر، برای جامعه LGBT که هر سال به آنها حس میگویند، دورانی که خمینی تصمیم میگرفت گذشت. مهم نیست مشروطه خواهه، مهم نیست جمهوری خواهه، مهم نیست مذهبیه، مهم نیست خدا ناباوره، مهم نیست که جعقیده ای داره، مهم نیست کرده، مهم نیست بلوچه، مهم نیست به هم رنگ نزنیم. همچنین به گفته حامد اسماعیلیون در این تجمع نگاه‌ها به نشست مشترک چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی در دانشگاه جورج تاون مثبت بوده. ماهی مختاری، خواهر جاویدنام محمد مختاری که در اعتراضات بهمن 1389 توسط شلیک گلوله رژیم جمهوری اسلامی به قتل رسید، با انتشار این ویدیو نوشت سال 89 که برادرم محمد کشته شد، نامه‌ای به دست پدرم رسید که سرشار از مهر، دلگرمی و روشنایی بود. نامه‌ای که هم به داغ پدرم اشاره کرده بود و هم قدردان خونهایی بود که در راه آزادی میهنمون به خاک ریخته شده بود و من امروز بعد از سالها توانستم نویسنده این نامه را به آغوش بکشم
و در گوشش زمزمه کنم پدرم نامت را خوانده و آرزوی جز سرفرازی ایران ندارد. در ادامه هم میتونید فیلم های مرتبط با روز 11 فوریه برابر با 22 بهمن رو در اینجا مشاهده کنید. به امید آزادی ایران و نابودی رژیم جمهوری اسلامی. پس از 44 سال ظلم و ستم بالاخره به دنیا ثابت شد که این رژیم واپسگرا اصلاح پذیر نیست. ما همه وظیفه داریم، یک وظیفه مهمی داریم. اگر میخوایم دیکتاتوری رو شکست بدیم، اول گام اول اینی که در ذهن خودمون طرز تفکر دیکتاتوری رو نابود کنیم. برای اینکه برای 44 سال جمهوری اسلامی بینمون اختلاف انداخته، جدایی دیوار ساخته، این کنار اون نباید وایسته، این با این حرف نزنه، اون آدم درست حسابی نیست، این فقط یک بازیگره. گوش ندین مردم، ما همه زیر رنگین کمان تکثر باید جمع شیم. هممون وظایف مختلفی داریم، نقشای مختلفی داریم، ولی همینطوری که مسیح گفت دست به دست هم، دست تو دست هم پیروز خواهیم شد. من خیلی خوشحالم دیروز تو جورج تاون ما با دوستا کنار هم بودیم با عقاید مختلف، ولی یک هدف: ایران آزاد سکولار دموکراتیک. اجازه ندین مردم بینمون اختلاف بندازن، ما همه با هم هستیم. بجنگ تا بجنگیم. Let's go.
این وطن نشود تا خون کفن نشود، این وطن نشود.